میخوای دراز بکشی و هیچی نگی؟ صبور باش لطفا، دارم سعی میکنم آروم باشم، دارم میشمارم. به چند رسیدی؟ 14 15 16 17 18 19 20. پس من میرم بیرون، هر وقت آماده بودی میام. بگی بشین دیگه، بشین. میخوام یه چیزی ازت بپرسم. من نمیدونم تو دیوونگی مدرکی چیزی داری که من ازش بی خبرم. آکاش داشتم، درخواست کردم بهم بدن، ندادم. هنوز هم داری مسخره بازی در میاری؟ مگه قول نداده بودی درست رفتار کنی؟ قول دادم، ولی مگه ندیدی اون چی کار میکرد؟ با حرفاش اعصابمو خورد کرد. خب منم یهو قاطی کردم. وای بی خیال لیلا، من چطوری باید به تو اعتماد کنم؟ از من یه فرصت خواستی، گفتی بازجویی رو به تو بسپرم، بهم قول داده بودی، منم به تو اعتماد کردم. تو الان از خودت ناراحتی از من؟ جفتش. از تو ناراحتم که سر حرف خودت نمودی، از خودم ناراحتم که به تو اعتماد کردم. مسکه همونم بهتره تنهات بذارم. گفتی آروم میمونی، گفتی درست رفتار میکنی، متقاعدم کردی بهت اعتماد کنم، اما آیا باز بهت اعتماد میکنم؟ خیر، محاله. باشه، حق داری، نتونستم رو حرفم بمونم، ولی من واقعا اینطوری نیستم، فقط روی این موضوع حساسم، شخصیتم اینطوری نیست. میخوام بگم دیگه تکرار نمیشه. خودم فهمیدم. نگاهت خیلی ترسناکه کمیسر، باید سر بازجویی استفاده میکردی. هنوز سر قولم هستم، قول میدم تا یه هفته بدون اطلاعات آبم نمیخورم. جدی میگم، تا دستشویم بهت خبر میدم. زینب کجا بودی؟ کلی چیز از دست دادی افسر. زینب چطور؟ اینجا چه خبره؟ از هیچی نترسین، من هنوز اینجام. چه نمایش معرکه‌ای بود کمیسر لیلا، واقعا همه لذت بردیم، تبریک میگم. متوجه نشدم، تو داری بهم تیکه میندازی؟ فقط گفتم لذت بردیم. خب یارو رو زدی دیگه. به منم بگین چی شده؟ ها؟ چه خبره؟ از چی حرف میزنین؟ مرا تعریف میکنم، بریم یه چای بخوریم. اینا چه زود با هم رفیق شده؟ نباید از اعتماد اصلان سوء استفاده میکردیم. باید مثل من انعطاف پذیر باشه. ببین، اصلاً میگه اگه قوانین رو نادیده بگیریم با خلافکارا هیچ فرقی نداریم. باشه، اون حق داره، ولی ما ایم که کارهای درست انجام میدیم، اونا کارشون طبق قانون نیست، برای همینم هست که اونا تونستن دووم بیارن. هیچ جرمی بی مجازات نمیمونه، همه به سزای کارشون میرسن. تا حالا که اینطوری بوده. چطور به خودمون رسیدی؟ وضعیت ما فرق داره. چه فرقی؟ من آدم کشتم دختر. زینب، تو از خودت دفاع کردی، اگه اون کارو نکرده بودی اون آشغال کارشو تکرار میکرد. اینقدر بهش فکر نکن. تو که نمیدونی چی شده، برای تو آسونه. چی شده بگو. ارجمند اویا رو تعقیب میکرد، از تلفنش یه پیام فرستاد. آره میدونم. یکی از همکلاسیای اویا از اتفاق اون روز فیلم گرفته و گذاشته اینترنت. خیلی بد شد، کرم فهمید، گفت از پرونده کنار بکشم. تو بهش چی گفتی؟ معلومه، گفتم کنار نمیکشم. قضیه فیلم اصلا خوب نیست. اگه اصلا به جهان بفهمن یه ارتباطی بین من و ارجمند پیدا میکنن، اون فیلم مدرکه. تا
تو هم بگو بابت پرونده قتل تهدیدت کرد. گفتم بکرم همینو گفتم، ولی به اصلا چی بگم؟ اگه بگه چرا گزارش ندادم چی؟ نمیدونم، مثلا میتونی بگی خیلی بهش اهمیت ندادی. به جهان چی بگم؟ اون میدونه از ارجمند متنفرم. من الان به خودم هم شک دارم، میفهمی؟ نگران نباش، تا اون موقع دیگه جهانی نیست، اون موقع گوشه زندانه. امیدوارم. الان فقط یه جور میتونی منو آروم کنی، بهم بگی اون جسد هیچ وقت پیدا نمیشه. هم زینب هیچ وقت پیدا نمیشه، میفهمی؟ بهم اعتماد کن، اون پیدا نمیشه. میدونی انگار یه گوشه گیر کردی. اصلا اینطوری نیست، هیچ کس به مرگ ارجمند مشکوک نیست. بفرمایی. سلام قربان. بیا کرم، بیا بشین. پرونده هایی که خواستی اینجان. این پرونده ی اون دکتریه که دیروز وسط خیابون کشته شد. پرونده ی پینار دمیر دلن. آخریشم پرونده ی جهان کارداغه. این پرونده ها به هم مرتبطن، باید خیلی دقیق بررسی و رسیدگی بشن. میخواستم از اول بدمشون به تو، خودت گفتی نه. به نظر منم درست نبود با همسرت توی پرونده باشی. پیشرفتی حاصل شده؟ دخترم زینب از پرونده کنار کشیده؟ نه، هنوز روش کار میکنه. اهمیت پرونده باعث شد استثناء قائل بشم قربان. البته اگه اشکال نداره. بابت رفتار کمیسر اون موقعی بازجویی شکایت داری؟ ندارم. نمیخواد اقدام میکنی. امیدوارم تو مسیر سر عقل بیای و قبل رسیدم به دادستانی حرفاتو عوض کن. دنیا قضاوت خودشو داره کمیسر. من آدم فروش نیستم. دوستان همگی مراقب باشید، چون ایشون هنوز برای یه عده مهمه. خیلی خب بریم. تو کجا؟ چطور پس چه کار کنم؟ همینجا میمونی؟ پس تنبیه همینه. خب آره دیگه، نمیدونم از چی تعجب کردی. بلم کن، چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ نه چی کار کردی؟ محمود زنگ بزن آمبولانس بیاد، یه کاری بکن. ای وای، چطور تونستی انقدر بی‌دقت باشی هانده؟ گریه نکن. معذرت میخوام. معذرت خواهی کافی نیست. تو یه افسری، چطور تونستی همچین اشتباهی بکنی؟
اصلان واقعا میتونی با این تیم جهان کارو داغو دستگیر کنی هان؟ تیم منتخب تیم بود اصلان؟ دخترم ببین اون مرد یه روانی بود و زد خودشو کشت. اگه دیوونگی میکردی یکی از شماها رو میکشی. معذرت میخوام. میگه معذرت میخوام، معذرت میخوام. انقدر نگو معذرت میخوام. خیلی خوب، زود باش کارتتو بذار رو میز. تا آخر این پرونده تعلیق میشی. اصلاحت هم بذار اینجا، باید بدیمش دادستانی. گوش کن هانده، از شهر خارج نمیشی. خودت که روند و کارو میدونی. میدونم. خب اصلان ببرش بیرون باش حرف بزن، اگه حرف گوش نکنه و از شهر خارج بشه برامون دردسر میشه. چشم برو. دخترم گریه نکن. خیلی خوب، برو بیرون 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 بیرون. اصلان تو بمون. اصلان سعی کن بفهمی چرا این یارو جلوی چشممون خودکشی کرد. اطاعت قربان. تو اتاق رئیس عارف چی شد؟ داشتیم راجع به روند انجام تحقیقات صحبت میکردیم. تو چرا استعفا نمیدی؟ برای هممون خوب میشه. لیلا الان اصلا حوصله تو یکیو ندارم. برو پی کارت. منو ببین، اینجا هیچ کس نیست، فقط خودمونیم. حرف بزن. نمیتونی اینقدر احمق باشی. از عمد اجازه دادی اسلحه رو برداره. حرف بزن. زینب اینو بردار از اینجا ببر، وگرنه یه کاری دستش میدم. برای چی عصبانی میشی؟ نکنه میخوای بیام دلداریت بدم؟ لیلا بهش فشار نیار. شاید همه اینا تقصیر تو باشه. با اون مدل بازجویی کردنت باعث شدی مرد روانی بشه و بزن خودشو بکشه. هانده بیخیال، لطفاً برو بیرون. نه بابا، این خانم کوچولو یکی واسه سرزنش پیدا کرده. تو بازجویی هم همینا رو میخوای بگی؟ ببینم تو کجا زندگی میکردی که اینقدر وحشی بار اومدی. بیا بریم یه جایی که کسی نباشه، اونجا حالیت میکنم. بسه بس دیگه، میرم اصلان رو صدا میکنم بیاد. هانده تو هم برو، زود باش دیگه. زینب مگه نمیبینی داره به هم تهمت میزنه؟ میگه از عمد اسلحه همو بهش دادم. بذار بره از همه بپرسه و بفهمه من چجور آدمیم. من بدون هیچ حمایتی تا اینجا رسیدم. من رو اینجا میخواستن چون موفق بودم. جدی نکنه من با پارتی اومدم اینجا؟ خب چون تو یه اینجا پیدا شد، یا با پارتی اومدی یا به یه دلیل دیگه ای فرستادنت اینجا دختر جون. خیلی خوب هانده، همینجا تمومش کن. از دادستانی دارن میان اینجا، بهتره همه چیو تموم کنیم. برو خودتو جمع و جور کن. بدو راست میگه، با پارتی اومده. خب پس حق داره. تیکشو به من دخت و رفت، باید حالشو جا بیارم. لیلا اینقدر مسخره بازی در نیار. من چرا خودم قاطی میکنم؟ اوف. این چه قیافه‌ایه؟ داره از کلا دود بلند میشه. میرم هانده رو بزنم. آه نه بابا، ببخشید تقصیر من بود شرمنده. پس با اجازه. باشه خیلی خوب. میگم یه کاری کنیم، ما هم بریم بیمارستان. نمونه خون بده. گفته بودی تیروید پرکاری داری، بخاطر همین عصبانی میشی. ببینم دقیقاً چه مرگته. اونجا بهت دارو میدن یکم آروم میشی. خسته شدم از بس گفتم درست رفتار کنی. حالا اینو با من امتحان کن. 1 2 نفس عمیق بکش. حالشه؟ نمیتونم، باشه مردن آروم نمیشم، رو من جواب نمیده. خب پس چطوری آروم میشی؟ همه چی بسوزونی؟ بهم تیکه انداخت، نمیتونم تحمل کنم. همیشه حرف آخره تو باید بزنی. یه بار خودتو نگه دار. نمیتونم، تو دلم میمونه. لیلا کرم جناب دادستان،
سلام کمیسر اسلان. چطوری اتفاق افتاد؟ میخواستیم برای آزمایش پزشکی ببریمش و بعد بیاریم پیش شما. اصلاً یه افسر خانده رو گرفت و به خودش شلیک. کلم دوربینا موجوده؟ بله قربان، همه چی هست. کجا اتفاق افتاد؟ ما همونجور. پرونده جهانکار داغ دست منه. چی؟ تو داری جدی میگی؟ چرا من الان باید بفهمم؟ بهتره مدارک شما رو هم بررسی کنیم. چی؟ بله حتما. چرا؟ کرم، اینجا چه خبره؟ چطور میتونه همچین کاری بکنه؟ زینب، چطور میتونه این کارو بکنه؟ یا زینب دیگه واقعا دارم دیوونه میشم، دارم نابود میشم. کرم منو دستگیر میکنه و بعد همه چی تمام میشه. زینب آروم باش، گفتم نترس، کسی چیزی نمیفهمه. تو کرمو نمیشناسی، اون آدم بلند پروازیه، عقب نمیکشه. میدونم پرونده رو به خاطر فیلمی که پخش شده قبول کرده. من بهش گفتم ارجمند تهدیدم کرده، چقدر خنگم، چطور فکر نکردم میتونه همچین کاری بکنه. باشه خودتو سرزنش نکن، ناسلامتی شوهرته، از کجا میدونستی آخه؟ اوضاع دیگه بهتر نمیشه لیلا. اگه از جهان بازجویی کنه چی؟ اگه جهان بهش بگه منو از قدیم میشناخته چی؟ اون نمیگه. میدونی که من جهانو بهتر از تو میشناسم. داری زیاده روی میکنی. اگه اوضاع برای سخت بشه حتما حرف میزنه. تا وقتی دنبال انتقامی اوضاع همینه لیلا. تنفر تو منو نابود میکنه. اون میتونه به یه دادستان دیگه یا اصلانم بگه. خدایا امیدوارم به کرم چیزی نگه. امیدوارم به کرم نگه برادرش چی کار کرده. به مردی که عاشقشم چیزی نگه. برای این افسر جلسه بازپرسی تشکیل شده؟ اسلحه و کارت شناساییشو تحویل داده؟ بله قربان. پس بگو بیرون از اداره باشه. فردا اظهاراتتو میبرم دادستانی. آقای دادستان، فیلمای دوربین آماده است. باشه فهمیدم، الان میرم. تو خونه میرسونمت. سب کن تا بیام. باشه؟ باشه. ببین، کرمو بهونه کنه از پرونده بکش کنار، ها؟ شنیدی؟ الان دیگه فرقی هم میکنه. قراره بیرونم کنن زینب. گریه نکن. میخواستم باهات خداحافظی کنم. تا تمام شدن پرونده دیگه نمیام اداره. نه نه، تو حتما تبرئه میشی، فهمیدی؟ هیچ اتفاقی برات نمیفته، ما همه پشتیم. حرفی هم نزده بود، عجیب بود خودکشی کرد. معمولا هوای اینا رو توی زندان دارن. میگی تهدیدش کرده بودن؟ شاید هم فکر کرده نمیتونه زندان رو تحمل کنه، نمیدونم. باید بیشتر تحقیق کنی. محمود شنیدی که همه چی راجب نظمی پیدا کن، خانواده‌اش، همه چی. ولی یه مسئله مهمم هست. گزارشی که دکتر کالبو چکاف پینار داده بود دیگه قابل اعتماد نیست. لیلا درست میگه. باید قبر پینار رو باز کنیم. یعنی کالبو چکافی باید دوباره انجام شه. حکمشو آماده میکنم. بدون اینکه سر و صداش در بیاد با پدر و مادر پینار صحبت کنیم. احتیاط کنیم. ما شواهد بیشتری برای ارتباط دادنش به جهان کاراداغ نیاز داریم. وضعیت ارجمند کاراداغ چطوره؟ هنوز پیداش نیست. دنبالش. ممکنه فرستاده باشنش خارج؟ بله اینم میشه خواه. ولی جهانکار داغ دنبال برادرشه. به نظرتون چرا باید دنبالش بگرد؟ شما مطمئنین که ارجمند زنده است؟ مدرکی نداریم نشون بده مرده. حکم نبش قبر از دادگاه میگیرم. اول قبر مقتول باز میکنیم ببینیم چی داریم. یه گزارش کالبوچه کافی جدید میخواییم. طبق اون برنامه ریزی میکنیم. برای دستگیری جهانکار داغ نیاز به مدرک محکمه پسند داریم. نگران نباشید، حواسمون هست. کمیسر زینب، شما حرفی برای گفتن نداری؟ خیر جناب دادستان.
خسته نباشین دوستان. ممنون دادستان. ما نمیتونیم سر یه پرونده باشیم. گفتم کنار بکش. دلیلش اینه؟ برای همین اینقدر کله شقی؟ نه زینب، خودت هم میدونی هیچ کس حق اینو نداره که زن منو تهدید کنه. دلیلش اینه. خبر جدیدی نشد؟ همون کاریو که گفتین کردم. کار نظمی تموم شد. شنیدم، دستت درد نکنه. حالا نوبت شماست. باید سر قولتون بمونین. باید برادرمو به هم برگردونی. ما آدمای آقا رو تعقیب میکنیم داداش. وقتی ارجمندو پیدا کردن ترتیبشون رو میدیم. نظر بو ببرن آکیف. خیلی حواستون رو جمع کنی. خیالت راحت داداش. از حالا به بعد ما داستانو تعریف میکنیم. حرف حرف ما میشه. همه رو آماده باش نگهدار. حواست باشه. چشم داداش. عزیزم خوش اومدی. موقع اومدن یکم خریدم کردم. غذای مورد علاقت رو پختم. حتما گشنته. این مزخرفات دیگه چیه؟ باز چی تو سرته؟ عزیزم فقط میخواستم غذای مورد علاقه شوهرم رو درست کنم. دنبال چی میگردی تو؟ شیطانی مثل تو بدون نقشه کاری نمیکنه. شاید تو غذا سم ریخته باشی، نمیدونم. سم؟ این دیگه واقعا خجالت آوره. جهان من واقعا دوستت دارم. ولی من دوستت ندارم آیسل. اینا میفهمی؟ نه، این حقیقت نداره. چون از دستم عصبانی هستی این حرفو میزنی. آیسل تو فقط کارتی هستی که برای برگردوندن برادرم تو دستم نگه داشتم. اینو میفهمی؟ امو جون امو لیلا رو نگه دارم. گرفتمت. تو حیات بازی میکردی؟ داشتی مسب بابام غذا میدادی. پسرم یه خبر خوش برات دارم. بابا تا 3 روز دیگه میاد خونه. واقعا میگی امو جون؟ آخ جونم جون. آخ جون. خب تا موقع شام چی کار کنیم؟ بازی کنیم با هم دیگه؟ آره. چی بازی کنی؟ بیا بریم بی خیال قراره چی بازی کنیم بچه؟ بیا بریم بازی کنیم. باید بگیم من نمیدونم. اویا 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 شماره که با آن تماس گرفته اید در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً شماره گیری فرمایید. سلام آبتی زینب. عزیزم اویا پیش توه؟ پیش من نیست. به من گفته بود داره برمیگرده خونه. نیومده خونه؟ فکر کنم اومد. خیلی ممنون. خدافظ عزیزم. خدافظ. اویا نیست. یعنی چی؟ اگه اون حرومزاده دوباره دنبالش باشه چی؟ امکان نداره. چطوری انقدر مطمئنی زینب؟ اگه یه بار کرده بازم میتونه. حتی از اون مرد شکایت هم نکردی. اون آشغال جرأت تکرارشو نداره. حتما میدونه تو خطره و همه دنبالشن. خودشو به خطر نمیندازه. تقصیر منه. امروز صبح اون پسری که اون فیلمو پخش کرده بود ادب کردم. کنترلمو از دست دادم. اویا از دست من ناراحت شد. خیلی عصبانی شد. خدایا زینب من میرم به دوستاش سر بزنم. منم میام. خدافظ.
خونه سمت راستی، طبقه دومش مال منه. آه خوبه، محله تمیزی هم هست. آره قشنگه. میای یه قهوه بخوری؟ نه قربونت، باشه دفعه بعد. چطوری، حالت بهتره؟ هنوزم نمیدونم که چی شد که همچین اشتباهی کردم. ما هم آدمیم دیگه، اشتباه میکنیم. اونم میخواست خودکشی کنه، ممکن بود اصلا این منو بردم. کمیسر لیلا خیلی به هم توهین کرد، به هم گفت از عمد اون کارو کردم. چون نمیشناستت. اون به هم گفت که من جاسوسم. من ضمانتتو میکنم، خودم آوردم تو این تیم. بسه دیگه، گریه نکن، کافی. باشه. ببین من همیشه پشتتم، هیچ وقت تنهاد نمیذارم، نگران نباش. این روزا میگذره، برمیگردیم سر کار زندگی. ارشال خیلی خوب، برو استراحت کن. باشه. من معذرت میخوام. نه بهتر حرفشون نزنی، شاید من باعث شدم اشتباه فکر کنی. الان ذهنم یکم به هم ریخته است، بیا اصلا فراموشش کنی. نظر چی؟ باشه، میبینم ات. خبر خوبی برامون دارین؟ قاتل رو انداختین زندان خانوم؟ هنوز نه، ولی پیشرفتهایی داشتیم. کالبد شکافی تکرار میشه. دادستانی از زادگاه حکمشو گرفته، قرار قبرش بازشه. نکنیم، بازش نکنیم، چاره دیگه ای نداریم. زود باشید بچه ها، تونتر زود باشید دیگه. بابا پس کی بارون میاد ها؟ تازه رقصش رو شروع کردیم، شب بارون میاد، الان زوده. ولی اگه بخواین اینطوری کنید اصلا بارون نمیاد. زود باشید. شاهی بیا ببینم رفیق. بیا اینجا بشی. دستت چی شده؟ بابا زمین خوردم، یعنی خوردم به در. ببینم ات، راستشو میگی دیگه. یه قراری با هم داشتیم، دروغ نداشتیم، یادته؟ نه دروغ نمیگم عمو، واقعا خورده به در. باشه باور میکنم. پاشو بودو بودو، هنوز دعای بارون تو تموم نشده. بودوی به جنبی. آقا جهان غذاتون آماده است، تشریف میاری؟ باشه الان میاری. بارون بیا، بارون بیا، بارون بیا، بارون بیا. شش بچه ها بیاییم بره، بیاییم دیگه، بیاییم با دیوار بودم. برو تو برید دستتون رو بشه، به جنبی.